دوستان عزیزم درود این چهارمین بخش تاریخ تلاش زنان برای برابری و عدالت در آمریکاست. در دهه 50 میلادی آمریکای بعد از جنگ جهانی دوم تبدیل شد به یک ابرقدرت در دنیای اقتصادی، سیاسی و نظامی. اروپا و بسیاری از کارخونه داغون شده بودند. اما آمریکا و کارخونه دست نخورده بودند. در نتیجه بعد از جنگ آمریکا محصولاتش رو تولید میکرد و نه تنها به امریکایی ها بلکه به دنیا میفروخت و رقیبی هم نداشت اتومبیل ها و ماشین های لباسشویی و مواد غذایی و مواد ساختمونی و شیمیایی و همه و همه تقریبا به طور کامل در آمریکا تولید و به دنیا فروخته میشد در نتیجه آمریکاییها وضع مالیشون خیلی بهتر از سابق شد و از اونجایی که بازار تجارت در آمریکا در دست مردم نه در دست دولت مردم روز به روز به اختراعات جدیدی پرداختن و تولید کردن محصولاتی رو که ناشی از اون اختراعات میشد و نه در نتیجه روز به روز کار بیشتر شد و روز به روز به طبقه متوسط اضافه شد قبلا مردم یا ثروتمند بودن یا فقیر و این خانواده های مرفه طبقه متوسط شروع کردن به زایدن، بچه زایدن، بچه های سوم و چهارم و بیشتر هم توی خانواده ها شروع کردن به دنیا آمدن و این آغاز تولد نسل بیبی بومر ها بود به اینا میگن بیبی بومر ها. اینا بچه هایی هستن که از سال 1946 به دنیا اومدن تا سال 1964 و الان اون بچه ها اگر زنده باشن بین 52 تا 70 سالشونه حال این بزرگترین نسل تاریخ امریکا رو تشکیل میده و این نسل نقش خیلی بزرگی در تاریخ معاصر آمریکا داره حالا من بعدا اینا رو براتون صحبت میکنم برحال هرچی از زندگی مالی مردم بهتر میشد و مردم امریکا از نظر مالی اوضاعشون بهتر بود نقش زن همونطور نقش سنتی مونده بود یعنی زن باید تو خونه میشست و به بچه هاش و خونه و خونوادهش میرسید و خودش و استعدادهاش راهی برای بارور شدن نداشتن همه چیز در طول و عرض زندگی روزمره خاطر نشان میکرد که زن جنسی ضعیف و زن نباید با مرد رقابت کنه و زن نباید استقلال مالی داشته باشه و زن نباید کسب و کار و تجارت خودش رو داشته باشه یا رئیس شرکتی باشه و زن قادر نیست که قضاوت کنه و بنابراین نباید جزوی از هیئت جوری در دادگاه باشه و زن نباید کارهای جاه طلبانه و هیجان انگیز و سطح بالا بکنه زن اگر میخواد کار کنه باید پرستار بشه و مردها پزشک و جراح میشن. زنها میتونن معلم بشن و مردها اساتید دانشگاه. زنها میتونن ماشین نویس و منشی ادارات بشن و مردها رؤسای اون ادارات. دانشگاه های پزشکی دراش رو به روی زنها بسته بود. بعضی از اونها که دانشجو قبول میکردن فقط سالی یکی دو تا زن رو میپذیرفتن. در سال 60 1960 از آرایی که گرفته بودن فهمیدن که فقط 6 درصد از پزشکان امریکا زن هستند. میون وکلا فقط 3 درصد زن هستند و فقط 1 درصد از مهندسین و متخصصین تکنولوژی زنند. در اون سالها زنی که کارگردان فیلمی باشه وجود نداشت. زنانی که خبرنگاری خونده بودند پشت صحنه پژوهش میکردن و نتیجه کارشون رو میدادند یه مرد و میومد توی تلویزیون جلوی دوربین وای میساد و میگفت در تلویزیون گوینده خبر زن وجود نداشت در مجلات زنان تحصیل کرده در رشته روزنامه نگاری استخدام میکردن اما به عنوان منشی و ماشین نویس استخدامشون میکردن در فیلم های سینمایی همه قهرمان ها مرد بودند و زن ها موجوداتی بودند زیبا و ضعیف که تحت حمایت و یا خشم قهرمان داستان که یک مرد بود قرار می گرفتند ارزش زن ها به زیبایی اونها بود و بس و اگر زیبا نبودند به سختی میتونستان ارزشی برای خودشون در اجتماع پیدا کنند در فیلم های تلویزیونی قسمت اصلی فیلم مردها بودند همه چی روی مردها میچرخید اونا بودن که کارهای مهم رو انجام میدادن تصمیمات مهم رو اونا میگرفتن خوشگذرونی ها رو اونا میکردن هیجان زندگی رو اونها داشتن موفقیت ها و شکست ها و برد و باخت ها همه مال مرد ها بود از انها در فیلم های تلویزیونی یا اصلا خبری نبود و نامی بردی نمیشد یا اگر بودن دوربین اونا رو از دور نشون میداد که دارن به خونه میرسن یا اینکه از آشپزخونه با پیشبند در میمدن بیرون و به حرفهای با نمک شوهر و بچه هاشون با ملاحت لبخندی میزدند. در فیلم های وسترن و کابویی زنها همیشه یا نقش زنی رو داشتن که ربوده شده بود یا کشته شده بود. کلا زنها در فیلم های تلویزیونی موجوداتی حقیر بودند که کسی توجهی به اونها نمیکرد. در سریال فیلم لوسی آی لوسی که اولین سری تلویزیونی بود که یک زن رول اصلی اونو داشت لوسیل بال دائم در تقلا بود که از آپارتمان کوچیکش بزنه بیرون و با هر کلکی که شده بره توی شو، شوی شوهرش و نقشی در اون شو بگیره و خودی نشون بده و مرتب به خاطر این کار توی دردسر میافتاد در هایی که موضوع فیلم خانه و خانواده بود وقتی که درس اخلاقی داده میشد تکیه بر این بود که دخترها نباید با پسرها در بازی و ورزش رقابت کنند وقتی بچه ها با همدیگه بازی میکنند دخترها باید کوتا بیان و بذارن که پسرها ببرند چون ارزششون نداره که با پسرها انقدر رقابت کنند و قیل قال و مرافعه ایجاد بشه حالا که چی حالا مثلا دخترام که بردن که چی نه بذارین پسرا ببرن و به این موضوع اینقدر اهمیت ندین که مرافعه را بندازید خب بذارین من اینجا چند تا سوال کنم سوال یک آیا انتظارات اجتماع امریکا در دهه پنجاه شبیه به انتظارات فعلی اجتماع ایران از زنان هست؟ سوال دو آیا زنان ایران احساس می کنند که احتیاج دارند در زیر پوشش حمایت یک مرد باشن؟ سوال سه آیا دختران ایران رو با این فکر بزرگ میکنن که باید برای پسرها کتابیان و بذارن اونا ببرن بازی ها رو ببرن بحث ها رو ببرن و شغل های خوب رو ببرن آیا زنان ایران جدا از قذبی که به حکومت ایران دارند خشمی نسبت به خونواده خودشون هم دارن به پدرانشون، برادرانشون و شوهرانشون خب با وجود اینکه داستان دهه پنجاه هنوز تموم نشده اما من اینجا این ویدیو رو کوتاه میکنم تا بقیهش رو براتون هفته آینده بگم فعلا خداحافظ شما تا هفته بعد